29 بهمن 1352 شهادت خسرو گل سرخی و کرامت الله دانشیان. من نمی‌خوام. از حق به امکان ندارم. من حق ندارم. من تو این جامعه حق من جون من. خیلی همین برای همین نمی‌کنم. نه از من دفاع شد. نمی‌کنم. اعتراض نمی‌کنم. خیلی متواضع نیست. پرجو بگیر. من همین گیر. در شامگاه روزهای سرد و منجمد بهمن سال 52 سکوت و سرمای شهر با کلام آتشین روشنفکر انقلابی خسرو گل سرخی شکست و گر گرفت. کسی که برای دفاع از خودش چیزی نداشت، کسی که برای جان خودش چانه نمی زد، کسی که گفت وقتی نتواند در دفاع از خلقش چیزی بگوید حرف دیگری برای گفتن ندارد. کسی که دیکتاتوری را آنچنان نامشروع می‌دانست که آن را برای درخواست تجدید نظر در حکم اعدام خودش هم به رسمیت نشناخت. کسی که می‌دانست در جامعه تحت حاکمیت دیکتاتوری تنها حقی که یک روشنفکر انقلابی دارد فدای خود و جان خیشتن است. خسرو گل سرخی و کرامت الله دانشیان از روشنفکران انقلابی و آزاده‌ای بودند که در سالهای حاکمیت اختناق شاه سرفراز و تسلیم ناپذیر به دفاع از آرمانهای انقلابی مردم پرداختند و سرانجام نیز با عبور از میدان شکنجه و تیرباران با خون خود بر شکست ناپذیری خلق و پیشتازان جان بر کفش گواهی دادند. خسرو گل سرخی و کرامت الله دانشیان که جرمی جز آزادگی و دفاع از حقوق و آزادی مردم ایران نداشتند سرانجام در روز 29 بهمن 1352 توسط دشقیمان شاه به شهادت رسیدند و جان فدای خلق خیش کردند تا به گفته گل سرخی یک بار دیگر ثابت کنند آنچه که در تداوم تاریخ تکرار می شود راه پایداری است، راه حسین. من در این دادگاه برای جانم چانه نمی زنم و حتی برای عمرم. آری من برای جانم چانه نمی زنم، چرا که فرزند خلقی مبارز و دلاور هستم. گل سرخی که در زندان شدیداً تحت تأثیر اخلاق و روحیات انقلابی مجاهد قهرمان فرمانده کاظم زلنبار قرار گرفته بود در دادگاه خود گفت: زندگی مولا حسین نمودار زندگی اکنونی ماست که جان بر کف برای خلقهای محروم میهن خود در این دادگاه محاکمه میشویم. او در اقلیت بود و یزید بارگاه گشون حکومت قدرت داشت. او ایستاد و شهید شد. هرچند یزید گوشه از تاریخ را اشغال کرد ولی آنچه که در تداوم تاریخ تکرار شد راه مولا حسین و پایداری او بود، نه حکومت یزید. آنچه را که خلقها تکرار چند دردم می کنند راه مولا حسین است. گل سرخی درباره هنر و هنرمند گفته بود: هنر از زندگی و مبارزه جدا نیست. نوشته و آثار ادبی باید پاسخگوی نیازهای جامعه، آرمانها و خواسته های مردم باشد. بعدها و در روزهای انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران ترانه بهاران خجسته باد سروده کرامت الله دانشیان الهام بخش مردم برای دعوت به همبستگی و اتحاد علیه دیکتاتوری بود. Oh.
موسیقی